سلام، به خبرهای ساعت 3 از 1 با من نورس طیفت خوش آمدید. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با مسئولان رسانه ها در ایراد دیدار کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان سفر به این ولایت با شماری از خبرنگاران و مسئولان رسانه ها دیدار و در مورد مشکلات آنان گفتگو کرد. آقای خیرخواه در مورد حال چالش های آنان اطمینان داده و از آنان خواست که برای حل این مشکلات نماینده تعیین کنند. دکتر عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا در دیدار با والی ولایت پنجشیر گفته برق این ولایت در آینده نزدیک از 1.5 میگاوات به 4 میگاوات افزایش خواهد یافت. وی افزوده شرکت برشنا تلاش ها را برای گسترش شبکه برق به مناطق حصارک و حصه اول پنجشیر نیز آغاز کرده است. جان باختن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان واکنش های منطقه و جهان را برانگیخته است. علی خامنه ای رهبر ایران 5 روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد و رئیس جمهور این کشور نیز گفته که امریکا در قتل نصرالله با اسرائیل همدست است. روسیه نیز اسرائیل خواست تا عملیات نظامی خود را در لبنان متوقف کند، اما کاخ سفید با نشر بیانیه کشته شدن حسن نصرالله را عدالت برای قربانیان از جمله هزاران آمریکایی و اسرائیلی دانسته است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به گفته های شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان بیان کرد که امارت اسلامی به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر کار گرفته شود. مراد نور تیلو معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قزاقستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته که همکاری با افغانستان به عنوان یک کشور باثبات و شریک قابل اعتماد در دستور کار منطقه این کشور قرار دارد. مراد نور تیلو افزوده که افغانستان و قزاقستان در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار در آسیای مرکزی نقش مهم ایفا خواهند کرد. وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک پیرامون افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه در آگاهی نامه گفته که هیچ بدلی برای گفتگو با امارت اسلامی وجود ندارد. وزیر امور خارجه ایران گروه های هراس افغان را به ضرر همه کشورهای منطقه و افغانستان دانسته و افزوده که باید همکاری های منطقه‌ای در این راستا تقویت شود. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در 79مین نشست مجمع عمومی ملل گفته است که برای تامین امنیت منطقه باید با مردم افغانستان همکاری شود. او در سخنرانیش افزوده که جهان باید در مورد حل مسائل بشری و اقتصادی در افغانستان کمک کند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت که به هرات سفر کرده در دیدار با والی این ولایت گفته که فضای امن برای سرمایه گذاری سبب شده تا بازرگانان از ولایت‌های گوناگون کشور در شهرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کنند. آقای عزیزی افزوده است که کار روی پارک‌های صنعتی جریان دارد و به زودی شهرک صنعتی هرات در مساحت 50,000 جریب زمین ساخته خواهد شد. سفیر ایران در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا نشست اضطراری برای بررسی حمله های اسرائیل به لبنان برگزار کند. با گزارش رسانه های ایرانی، امیر سعید ایروانی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواستار محکومیت قاطعانه اقدام های اسرائیل از سوی این شورا شده است. پایان خبرهای این ساعت. وقت بخیر، خدا نگهدار.